با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 21 ماه جدی سال 1395 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. دامله انتحاری در برابر دفترهای اعضای شورای ملی در کابل. بازداشت سه شهروند ایران به اتهام حمله بر چهره‌های پرنفوذ در هرات. که اینا خود را اول ابتداعا افغان معرفی کردن و بعدا واضح شد که اینا ایرانی هستند. خواست دیپلمات آمریکایی از ترامپ درباره بازنگری رابط آمریکا با پاکستان. باید همسایگان افغانستان به این باور شوند که ما تعهدات درازمدت در برابر افغانستان داریم. انتقاد ضیاء مسعود از مصلحت‌گرایی در حکومت وحدت ملی. و مراسم تشییع جنازه و به خاک سپاری علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران. مشروع خبرها. حصر امروز در دامله انتحاری در برابر ساختمان الحاقیه پارلمان در جاده دارالامان شهر کابل 21 تن جان باختند و 45 تن دیگر زخم برداشتند. گواهان این رویداد میگویند که انفجار نخست در برابر ساختمان کمیسیونها و دفترهای اعضای شورای ملی رخ داد و سپس یک انتحار کننده دیگر که مواد منفجر را در یک موتر جاسازی کرده بود این مواد را در برابر این ساختمان منفجر ساخت. بر بنیاد گفته های گواهان در این حملات موترهای کارمندان و برخی از اعضای شورای ملی آماج قرار گرفتند که رحیمه جامی نماینده هرات در مجلس با امر حوزه ششم امنیتی پلیس در میان زخمیان این رویداد هستند. طالبان که مسئولیت این رویداد را پذیرفتن میگویند که هدف این حملات موتر کارمندان امنیت ملی بوده است. همین حالا همکارم شریف امیری را از محل رویداد با خود داریم. آقای امیری سلام بر شما. سلام، شبتان بخیر. آقای امیری اگر میشه بگین که شما که در محل رویداد هستین، دیدگاهتان چی است؟ دیدتان چی است؟ آیا هدف حملات انتحاری دقیق چی بوده؟ خب من در محل رویداد هستم و لحظات پیش با معاون سخنگوی وزارت امور داخله گفتگو داشتم در مورد این رویداد. او گفت که دو انفجار صورت گرفته. انفجار اول توسط موتر نو کرولا صورت گرفته در نزدیکی در ورودی الحاقه پارلمان و پس از او که نیروهای دولتی جمع میشن در محل و فرد دیگه انفجار میشه مواد همراهش که این درست زمان صورت میگیره که کارمندای الحاقه پارلمان در حال برآمدن بودن و درست امروز یک نشست هم میان نمایندگان مجلس و مردم در الحاقه پارلمان جریان داشته که هم در حالت پایانی بوده و مردم در حال برآمدن بودن از الحاقه پارلمان که این دو انفجار صورت گرفته که در نتیجه رحیمه جامی نماینده مردم هرات هم از جمله زخمی است و عامر حوزه شش هم زخمی شده که در کل 21 تن کشته شده و بیش از 45 تن دیگر زخمی شده در این رویداد. آقای امیری جهان سپاس از شما. ادامه خبرها. مدیر مبارزه با هراس افغانی فرماندهی پلیس هرات میگوید که سه شهروند ایران را به تام حملات هراس افغانان در شهر هرات و کشتن چهره‌ای سرشناس این ولایت بازداشت کرده است. این مقام محلی هرات میگوید که بررسی ها نشان میدهند که این هراس افغانان ایرانی در شمار از قاتل های زنجیره ای شهر هرات و نیز در بسیج هراس افغانان دست داشتند. مدیر مبارزه با هراس افغانی فرماندهی پلیس هرات میگوید که پلیس هرات سه شهروند ایران را به اتهام قتل‌های زنجیره‌ای این ولایت بازداشت کردند که با سندهای تقلبی شهروندی افغانستان دست به کشتن چهره‌های سرشناس هرات و ایجاد ناامنی در این ولایت می‌زدند. اینا خود را اول ابتداعا افغان معرفی کردند و بعدا واضح شد که اینا ایرانی هستند. این مقام پلیس می‌گوید که برخی فرماندهان محلی طالبان در هرات در شهرهای ایران نیز خانه دارند
و پس از ایجاد ناامنی و برخی حمله ها به هدف هایشان به ایران می روند. گروپ های ما داریم در سایه ولسوالی گذره که اینا خانه اینا به خارج از کشور به کشور جمهوری اسلامی ایران هست که شما به نام از اینا عبدالله اکبری امثال از اینا به غرب گذره و به شرق گذره شاهد ازی بودیم و هستیم. برخی از باشندگان هرات اما تلاش های حلقه های حراس افکنانه بیرونی را برای ناام ساختن این ولایت نگران کننده می خوانند. کسانی که در امور داخلی افغانستان در برهم زدن نظم ناام کردن افغانستان دست دارن اینو جلوگیری کنه. پلیس هم همیشه میگفت که کشورها همسایه دست دارن و از بخش مقامات دولتی یا مقامات بلند رتبه ایش توجه قرار نگیرفت که در این عرصه قتل های زنجیره‌ای و حمله مردان مسلح ناشناس بر چهره های سرشناس و نظامی پوشان در شهر هرات از نگران کننده ترین رویدادها برای باشندگان این ولایت بوده است. سیاستگران و دیپلمات های پیشین امریکایی از دونالد ترامپ می خواهند که ارزیابی راهبردی واشنگتن را از پاکستان تغییر دهد. شمار از این سیاستگران و دیپلمات های پیشین می گویند که ترامپ باید رابطه امریکا را با پاکستان بازنگری کند و به کشورهای همسایه افغانستان بقبولاند که بیشتر از این نمی توانند بازی انتظار بیرون شدن امریکا را از افغانستان ادامه دهند. آنان همچنان به رهبران حکومت وحدت ملی می گویند که ترامپ به آنان چک سفید نخواهد داد. شماری از سیاستگران و دیپلمات‌های پیشین آمریکایی در گفتمان زیر نام افغانستان و حکومت ترامپ در دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن شرکت کردند. شرکت کنندگان این گفتمان پایان دادن به بحران افغانستان را در گرو هماهنگ شدن تلاش‌های سیاسی و نظامی آمریکا با تلاش‌های کشورهای دیگر دخیل در بحران افغانستان می‌دانند. باید همسایگان افغانستان به این باور شوند که ما تعهدات درازمدت در برابر افغانستان داریم و شما نمی توانید بازی انتظار کشیدن را ادامه دهید و از اوضاع سود ببرید. ما نیاز داریم که محاسبه راهبردی من را از پاکستان تغییر دهیم تا این کشور برای توقف فعالیت‌های طالبان و شبکه حقانی ناگزیر شود و پناهگاه‌های امن آنان را نابود سازد. Is of tremendous importance for Asia as well. افغانستان اهمیت فوق‌العاده‌ای با آسیا نیز دارد. افغانستان در کنار چین و در نزدیکی هند دو کشور پرجمعیت جهان قرار دارد. از همین رو بدتر شدن اوضاع این کشور در یک سال گذشته باعث نگرانی به این کشورها نیز شده است. اما سیاستگران آمریکایی میگویند که ترامپ پیام روشن بر رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان نیز خواهد داشت. There will be clarity in the region. برای هر کس درباره ماهیت حضور و تعهدات آمریکا در منطقه یک وضاحت باید باشد. در کنار این، آمریکا همکار و همپیمان حکومت افغانستان خواهد بود و تعهداتش به این کشور چک سفید نخواهد بود. سیاستگران آمریکایی از دونالد ترامپ همچنان می‌خواهند که افغانستان را در چارچوب چالش‌های وسیعی که آمریکا و همپیمانانش در خاورمیانه یا بخش‌های دیگر جهان با آنها روبرو است قرار دهد و نگذارد جهان بینی داشت به افغانستان بیشتر گسترش یابد. احمد ضیاء مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب میگوید که بیشتر وزیران کابینه حکومت به بنیاد مصلحت‌ها از سوی رهبران سیاسی معرفی شدند. برای جمهوری نمیتواند از کارتکردهای ضعیف آنان انتقاد کند، زیرا این وزیران پشتیبانان سیاسی دارند. آقای مسعود همچنان میافزاید که کشورهای منطقه به ویژه پاکستان هنوز هم نقش‌های برجسته در بی‌ثباتی افغانستان بازی میکنند. احمد ضیاء مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب در نشست در ولایت پروان از کارکردهای ضعیف وزیرانی کابینه انتقاد می کند. کابینه قسمی است که وزیر صاحبا را رهبرای مختلف معرفی کردن و وزیر صاحب فکر می کنه که این رهبر سیاسی پشتیبانش است، درست؟ و رئیس صاحب جمهور که اگر انتقاد هم داشته باشه سر یک وزیر، بازو میفهمه که یک پناهگاه دیگه داره، به رئیس جمهور هم بسیار مشکل میشه که بتانه به سرعت بتانه کار بکنه. چرا بر از او مصلحت های سیاسی مهمه؟ در همین حال مقام های محلی پروان از کمبود نیروهای امنیتی در این ولایت شکایت دارند. فشارها بر منصوبین و مسئولین بخش امنیتی زیاد است. دشمن کوشش میکنه که در این
منطقه و ولایت حساس رخنه ایجاد بود. احمد ضیا مسعود تأکید می‌ورزد که مردمان کشور باید از آدرس احزاب و نهادهای فراگیر در انتخابات آینده شرکت کنند، زیرا نقش احزاب فراگیر در جلوگیری از انحراف انتخابات برجسته است. یک پیرمرد 90 ساله جوزجانی برخی از فرماندهان جنرال دوستم را به غصب زمین‌هایش متهم می‌سازد. این مرد ادعا دارد که معاون خاص رئیس جمهور و برخی از فرماندهانش بیشتر از 100 بسته زمین بی را غصب کردند و نیز چندین بار از این فرماندهان لتوکوب شده است. سخنگوی حزب جنبش ملی ادعاها را بی‌بنیاد می‌داند و تاکید می‌ورزد که این مرد در تبانی با برخی از القه‌ها در برابر معاون خاص رئیس جمهور دسیسه‌سازی می‌کند. زور و زبردستی از پیشت گرفته. آه گرفته. خماندانه بزور همی دوستم گرفته. بزور همی دوستم. پیرانه سر و با دست و پای لرزان از بحر آنچه که گرفتن حقش می نامد با پای تخت آمده است. می گوید این 25مین بار است که بعد دادخواهی برمی خیزد. خود از یه خودش امر کرد دمی چند روز پیش 12.5 بسپ زمینه با بچه قواله ترکه او خودش بزرگ گرفت به امر خودش قوالهش هم من نمیشته کردم قواله از 771 وزن در پای بچهش قرد قرد شد. نور محمد 90 ساله جوزجانی میگوید هرگاهی که برای پس گرفتن زمینهایش صدا بلند کرده است از سوی فرماندهان جنرال دوستم لتوکوب شده است. پیشتر از کرده گرفته چندین قطع عریضه در کرده کردم بردم در والی والی چکه کردن در لوی سالان والی عرض کردم لوی سالان والی در سالان والی شبرخان روان کرد و چکه کردن. در سنت هایی که این مرد دارد دیده می شود که باری هم به اتهام فعالیت های ضد جنبش زندانی شده است. با این هم سخنگوی حزب جنبش ملی ادعاهای وی را دروغین می داند. نظر به وضعیت پیش آمده کوشش می کنند که ذهنیت ها را نسبت به ما خراب بسازند، در حالی که ما هیچ گونه نیازی برای غصب و گرفتن زمین کسی نداریم و این به نظر ما از سوی علاقاتی در کل سازمان داده میشه که چنین سر صدایی را بکنه. یعنی دادگاه عالی و لوی سارنوالی در این باره چیزی نمیگویند، اما از این مرد جوزجانی میخواهند که با سندهای دست داشتهش به این نهادها برود. رئیس جمهور غنی بر عمل شدن معاهده عقد شده میان کابل و تهران درباره آب هلمند تاکید می‌ورزد. رئیس جمهور که در همایش 90مین سالروز تولد موسی شفیق نخست وزیر پیشین افغانستان سخنرانی می‌کرد، موسی شفیق را شخصیت ملی و اثرگذار در سیاست خارجی افغانستان می‌داند. رئیس جمهور می‌گوید که موسی شفیق در تدوین قانون اساسی سال 1343 هجری خورشیدی نقش ارزنده بازی کرده است. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه این خبرها از طلوع و طلوع نیوز. ده ها هزار تن از ایرانیان امروز در مراسم تشییع جنازه و به خاک سپاری علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران شرکت کردند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران نماز جنازه رفسنجانی را امامت کرد و پیکر او در محوطه آرامگاه آیت الله خمینی به خاک سپرده شد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از مهمترین شخصیت های سیاسی ایران پس از انقلاب این کشور بود. روز سه‌شنبه ده‌ها هزار تن از شهروندان ایران به شمول چهره‌های مهم سیاسی برای آخرین بار با علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین این کشور خداحافظی کردند. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران نماز جنازه رفسنجانی را خواند. از اول انقلاب برای این مملکت خدمت کرده، خاطر همین منم وظیفه خودم دونستم که در غمیم شریک باشم. علی اکبر هاشمی رفسنجانی از سال 1368 تا 1376 هجری خورشیدی برای دو دوره رئیس جمهور ایران بود. آقای رفسنجانی روز یکشنبه هفته روان به عمر 82 سالگی درگذشت.
او از حامیان حسن روحانی رئیس جمهور کنونی ایران بود و یکی از میانجیگران اصلی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان در سیاست ایران به شمار می رفت. اصلاحات اقتصادی از کارهای مهم آقای رفسنجانی بود. 60 سال در این انقلاب زحمت کشیده، برای این نظام زحمت کشیده و از دلسوزان واقعی این نظام و رهبری و یار شفیق امام بوده. اما در سال 1388 هجری خورشیدی آقای رفسنجانی از میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب که در انتخابات شکست خورده بود پشتیبانی کرد و سرکوب معترضان ضد دولت را به انتقاد گرفت. در نتیجه این کار او امامت نماز جمعه تهران و ریاست مجلس خبرگان ایران را از دست داد. و اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. دختران خردسال مسلمان در سوئیس ناگزیر هستند در صنف‌های آموزشی آبوزی مشترک با پسران شرکت کنند. بر بنیاد قانونی که در دادگاه حقوق بشر اروپا تصویب شده است، خانواده‌های مسلمان در این کشور باید اجازه بدهند که دختران خردسالشان در این صنف‌ها شرکت کنند. پیش از این شماری از خانواده‌های مسلمان با این کار مخالف بودند. دونالد ترامپ دامادش را به حیث یکی از مشاوران بلندپایه خودش برگزیده است. جرد کوشنر که در پیکارهای انتخاباتی آقای ترامپ نقش مهمی بازی کرد، یک بازرگان است. در همین حال دموکراتان از گزینش نزدیکان رئیس جمهور به چنین مقامهای سخت انتقاد می کنند. نزدیک به 1500 مهاجر که بیشترشان شهروندان افغانستان هستند، در اوضاع دشواری در سربستان به سر میبرند. این مهاجران که در هوای زیر منفی 20 درجه در یک انبار به سر میبرند، میگویند که با فرا رسیدن زمستان با چالش‌های فراوانی روبرو شده اند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. نبود برنامه‌ریزی دقیق برای ایجاد زمینه‌های کار برای شهروندان کشور سبب افزایش بیکاری شده است. اتحادیه کارگران افغانستان با انتقاد از کارکردهای وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که در حال حاضر هزاران پست خالی در نهادهای دولتی وجود دارند، اما به علت کندی کار در این وزارت و نبود طرح مشخص این پست ها خالی ماندند. در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که این نهاد برای ایجاد زمینه های کار راهبرد فرستادن کارگران را به بیرون از کشور ساخته است. با گذشت بیش از 2 سال از عمر حکومت وحدت ملی تا هنوز برنامه های بزرگ کارآفرینی در کشور از سوی حکومت روی دست گرفته نشدند و با گذشت هر روز بیکاری افزایش می‌یابد. اتحادیه ملی کارگران افغانستان با ابراز این مطلب می‌گوید که پروژه های کوتاه مدت کاریابی که از سوی حکومت تا کنون عملی شدند در کاهش بیکاری چندان اثرگذار نبودند. کارآفرینی هم به اون شکلی که انتظار مردم افغانستان است، به اون شکلی که نیاز مردم افغانستان است و میلیون ها جوان بیکار تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده داریم، با تاسف که بر از اونها نمیتونن کار ایجاد بکنن که پیامدهای منفی را در قبال داره. در این حال اعضای مجلس نمایندگان نبود ظرفیت و نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی را در ایجاد زمینه های کار از علت های افزایش بیکاری در کشور میدانند. با حرف و با لکچر دادن و با وعده دادن دیگه این کنار بگذارن. مردم کار میخوای عملن، مردم شغل میخوان، مردم رفع بحران بیکاری میخوان و اینا بیان بالاخره چی در داخل چی در بیرون به عنوان کاریابی، چی در بخش‌های سکتوری خصوصی و اقتصادی زمینه‌های شغل زایر ایجاد بکنن برای جوانان بیکار ما شما. در این حال وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگوید که با منظور ایجاد شغل‌های دوامدار به مردم، این وزارت با نهادهای مربوط دیگر سرگرم کار است و نیز راهبرد فرستادن کارگران را به بیرون از کشور ساختند و به زودی عملی خواهد شد. استراتژی و راهکار که اعزام کارگرها به بیرون از افغانستان را تمام کردیم، خوشبختانه یک سند بسیار مهم و حیاتی که برای مخصوصا در چنین یک وضعیت که ما بیکاری بسیار زیاد به اوجش رسیده بود بسیار مهم و ضروری بود، او را به خیر تمام کردیم، کارش تمام شده. اتحادیه کارگران میگوید که در حال حاضر 8.5 میلیون شهروند کشور واجد شرایط کار هستند، اما بخش کوچکی از آنان کار دوام دار دارند. با گفته وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، این نهاد برای فراهم آوری زمینه های آموزش های فنی و حرفه‌ای 46 مرکز آموزش های فنی و حرفه‌ای را در ولایت های گوناگون کشور می سازد.
و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 85 پول، یک یورو 70 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1010 افغانی، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 615 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتون میکند. آقای ملک خوش آمدید. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فوتبال سایری 2017 در منطقه آسیا قرعه‌کشی شد و افغانستان در گروه نخست قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ساحلی کشور در گروه نخست در برابر ایران، بحرین، چین و مالزیا به رقابت خواهد پرداخت. عمان، لبنان، ازبکستان در گروه دوم هستند و تیم‌های ژاپن، امارات، عراق و قطر نیز در گروه سوم در برابر هم می‌ایستند. فرشاد نور دعوت به تیم ملی فوتبال افغانستان را پذیرفت. نوری بازیکنان مستعد افغانستان است که در باشگاه روداگر کراد لیگ برتر فوتبال هلند توپ می‌زند. پس از صعود تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه و مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2019 یعنی امارات، کادر فنی تیم ملی فوتبال در آن زمان برای پیوستن این بازیکن به جمع شهران خراسان با نوری وارد مذاکره شدند و از او رسماً برای حضور در تیم ملی فوتبال افغانستان دعوت شد. فرشاد نور یکی از بازیکنان تربیت شده باشگاه پی اس وی آیندون هالند است که در سال 2015 به روداکات کرات پیوست. فدراسیون فوتبال کشور میگوید با آمدن این بازیکن حرفه‌ای از یک لیگ حرفه‌ای فوتبال دنیا به تیم ملی فوتبال کشور، انگیزه برای بازیکنان دیگر حرفه‌ای ایجاد می‌شود تا دعوت تیم ملی فوتبال را قبول کنند. برای نخستین بار است که یک بازیکن افغان که در لیگ بسیار بالا بازی میکنه در اروپا دعوت فدراسیون فوتبال افغانستان را قبول کرده و به تیم ملی آمده. در تیم روداگر کراد در لیگ اول هلند بازی میکنه، در لیگ برتر هلند. رقابت‌های انتخاباتی تیم ملی کاراته افغانستان با میزبانی کابل آغاز شدند. هدف از برگزار این پیکارها شناسایی چهره‌های برتر به تیم‌های ملی کاراته کشور گفته شده است. این رقابت‌ها در رده‌های سنی مختلف برگزار شدند. و تیم ملی ورزش‌های رسمی کشور برای حضور در رقابت‌های مبارزه آزاد داخل قفس تاجیکستان داخل اردوگاه تمرین شدند. این پیکارها تا سه ماه دیگر با میزبانی دوشنبه تاجیکستان با حضور رزمیکاران افغانستان، تاجیکستان، ایران و ازبکستان برگزار خواهند شد. ما در تلاش رساندن داغ‌ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها با شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.